گام اولی که برای مدیریت بازار ارز در سال 89 برداشتید موفق نبود. این ارز رو با اون کار کردی که تجاری هست بیاد بکنه تبدیل به یک کالای داخل. برخی معتقدند شخص رئیس جمهور در کنترل نوسانات ارز و پیامدهای آن در میدان نبوده است. می‌خواستن که خودشون جای مردم بذارن. و منابع زیادی از دست رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یکتای بی همتا و صلوات بر حضرت محمد آل محمد. سلام، شبتون بخیر باشه. خوش اومدید به 23 امشب که بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داره. اول سری به بهارستان بزنیم، بعد دوباره خدمتتون هستیم. پیشنهادهای مجلس برای حل مشکل ارزی و رونق تولید ملی کشور. امروز گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 درباره مسائل ارزی در صحن علنی مجلس قرائت شد. در مورد بررسی ریشه‌ها و پیامدهای بی‌ثباتی نرخ ارز و ارائه راهکارهای مقابله با آن در قالب اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی رو ارائه بفرمایید. در این گزارش از عملکرد برخی دستگاه‌ها انتقاد و سوء مدیریت و عدم استقلال بانک مرکزی، از علل نابسامانی ارزی کشور عنوان و بعد تاکید شده، تحولات بین المللی امسال این آشفتگی را تشدید کرده. این گزارش نقطه شروع مشکلات ارزی کشور را سالهای 87 و 88 و تشدید اون را مهر 89 دونسته و 8 دلیل برای بی‌ثباتی بازار ارز آورده. بعضی سوء مدیریت ها، نحوه تخصیص ارز، تعدیل نشدن نرخ ارز مطابق با قوانین برنامه 4 و 5 توسعه، وابستگی نسبی به نفت، رشد نقدینگی، به هم ریختن نظام صادرات و واردات به دلیل افزایش نرخ ارز، عدم حمایت از تولید ملی و رانت و فساد، عنوان 8 دلیل کمیسیون ویژه برای بی‌ثباتی بازار ارز. در گزارش کمیسیون ویژه مجلس، راه حل‌های کوتاه مدتی هم برای کاهش التهاب بازار ارز داده شده. یک، نرخی برای یک دوره حداقل 3 ماهه و حد اکثر 1 ساله به عنوان نرخ مبادله‌ای رسمی تعیین شود. 2، واردات هر گونه کالا مشروط به تأمین ارز از بازار رسمی، سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز شود. 3، تعهدات قبلی ارزی اهم از اعتبارات گشایش شده، یوزانس ها و سپرده‌های ارزی مردم به نرخ زمان تعهد محترم شمرده شود و بانک مرکزی و بانک ها متناسباً مسئولانه برخورد کنند. 4، خرید و فروش ارز منحصراً در بانک ها و صرافی‌های مجاز قانونی شمرده شود. 5، برای جلوگیری از افزایش قیمت کالای اساسی، ارزاق عمومی و دارو، یارانه ریالی به وارد کننده. خیلی متشکرم آقای فرادگر، وقت تمام ازام. این گزارش سیاست‌های تکمیلی را هم برای تثبیت شرایط اقتصادی به خصوص در حوزه بازار ارز پیشنهاد داده، از جمله اینکه نباید تصمیمات و مدیریت بازار ارز و بانکی کشور به نهادی غیر از بانک مرکزی واگذار بشه. برای عرضه ارز صادرکنندگان در بازار داخلی برنامه ریزی بشه، تسهیلات داخلی در برابر تحریم‌های خارجی ایجاد بشه، مثلا از هر گونه افزایش مالیات، مقررات محدود کننده، فشارهای تعزیراتی و فشار بانک‌ها بر واحدهای تولیدی خودداری بشه. جذب نقدینگی مازاد در جامعه و هدایت اون به سمت تولید، مبارزه که جدی با فساد برای جلب اعتماد بخش خصوصی، محدود شدن مواردی که به اونها ارز مرجع داده میشه، پررنگ‌تر شدن نقش نظارتی مجلس بر نحوه اجرای قوانین به خصوص مقررات صادرات و واردات و مصارف ارزی، تلاش هر سه قوه و بخش خصوصی برای رفع تحریم‌ها از کانال‌های سیاسی و حقوق بین‌الملل و برنامه‌ریزی برای عملیاتی شدن مبادله تهاتوری با کشورهای خارجی از راهکارهای دیگه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بود. شما بیننده 23 16 آبان ماه هستید. خط خوردن بعضی کالاها از فهرست 52 قلمی ممنوعیت صادرات. مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز خبر داد که با تجدید نظری که وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته، قرار بر این شده که برای حفظ بازارهای جهانی و تراز بازرگانی کشور، اون دسته از محصولات پتروشیمی که در لیست ممنوعیت صادرات بودن، با در نظر گرفتن شرایط بازار و تأمین نیازهای داخل دوباره صادر بشن.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم خبر داده که صادرات اقلام بجز کالاهای اساسی و برخی مواد پتروشیمی به خارج از کشور آزاده و این برداشت اشتباه گمرک بوده که به بعضی محصولات اجازه خروج نداده. اما از امروز این مشکل رفع شده. پرواز هواپیماها با قیمت‌های جدید بلیط. به دنبال افزایش قیمت پایه سوخت، جلسه‌ای در شورای عالی هواپیما کشوری تشکیل شد و قیمت بلیط‌های داخلی از 60 تا 70 درصد به صورت میانگین 65 درصد افزایش پیدا کرد و این به کلیه شرکت‌های هواپیمایی ظرف امروز ابلاغ شد. کلیه بلیط‌هایی که در حقیقت تا به امروز پیش فروش شده شامل این افزایش قیمت نخواهد بود. راهکارهای آقای وزیر برای جهش در صادرات غیر نفتی. وزیر صنعت، معدن و تجارت که امروز میهمان مدیران و تولیدکنندگان جوان بود، از توافق با صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام به واحدهای تولیدی داخلی به میزان 10% سرمایه در گردش این واحدها خبر داده و از بانک‌ها خواست پرونده واحدهای تولیدی را هر چه سریع‌تر بررسی کنند تا منابع صندوق توسعه ملی در اختیار تولیدکننده‌ها قرار بگیرد. اگر با ما بانک‌ها با ما همکاری کنند، سرمایه در گردش در اختیار تولیدکننده ایرانی قرار بگیرد، تو این شرایط اتفاقی در حوزه صادرات غیر نفتی خواهد افتاد که هیچگاه در تاریخ سابقه نداشت. غضنفری با تاکید بر اینکه بازار تشنه تولیدات داخلیه و بر روی واردات کالاهای خارجی بسته شده گفت کالاهای خارجی چه کیفی و چه غیر کیفی برای واردات گران تمام میشه، پس فرصت خوبیه تا تولید کنندگان داخلی از این شرایط برای تأمین نیاز داخل استفاده کنند. روزگار بر مردم زلزله زده آذربایجان چطور میگذرد؟ اوضاع اکثر روستاهای زلزله زده خوب بود. چادرهایشان کانکس و کانکس‌هایشان حالا خانه شده بود. اما هنوز بودن روستاهایی که کمتر با آنها رسیدگی شده بود. اما هم دامونده. یاتمشتی برار نهتنه. یزمیستی راه نمیشه. نیکاله جوشلات میشه. گیرمون آتندگی شده. کانکس براتون نیمونده؟ هلچی بریف نه هلچی جهتر خوش میبلن. معمولا که اینجا برف بارون وقت شدی الان مثلا هوا خیلی سرد، از بخاری برگی استفاده میکنیم، شبا برگ نمیره. سرد نمیشه شبا اینجا؟ خیلی سرد، خیلی سرد. دا 180 خانواره یه واحد تمام نشده. چرا مساله کمی کارگر پیمانکار شمیم؟ کمی آن طرفتر مسکن مهرشان در حال ساخت بود. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای توسعه پیدا می‌کنه. معاون اول رئیس جمهور امروز میهمان فنی و حرفه‌ای بود. رحیمی با اشاره به اینکه نتیجه برخی کارهای آموزش و پرورش در سال‌های آینده مشخص میشه، خطاب به مسئولای آموزش و پرورش گفت آثار فعالیت‌هاتون پنهان نمی‌مونه و این پیشرفت‌ها به نام شما ثبته. اونطور که معاون اول رئیس جمهور گفته، وجود هنرستان‌ها و مرکز فنی و حرفه‌ای و آموزش مهارت به جوانان به ایجاد اشتغال کمک می‌کنه و ما باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم. خدمات کارت طلایی فرهنگیان بعد از 2.5 سال محک خوردن چقدر طلایی مونده؟ مثلا دارم عرض میکنم در فلان جا یک کارمند نشسته میخواد مشکل رو حل بکنه، یه مقداری نحوه تعاملش با یک معلم شاید خوب نباشه. نه تو بیمارستان بعضی جا میرم باز باید پول بدن، خیلی چیز دیگه. نه بیمارستان هم همینطوره. ببین اون چه که ما قرارداد بستیم با بیمه ایران این است که در تمام عملهای جراحی که انجام میپذیره به بیمارستان مراجعه میکنن، پروتز، اورتز، هر چی که وجود داره پولی نباید دریافت بشه. شاید در بعضی از جاها، بعضی از شهرستانها کارت ما طلاییه، اون محل در واقع خدمات رسانی طلایی نیست. اینات فرمودید کارت که فرق نمیکنه. مستجر جدید کاخ سفید کیه؟ انتخابات پرهزینه ریاست جمهوری امریکا ساعتی پیش در حالی شروع شد که نظرسنجی ها از پیشتازی اوبامای دموکرات از رامنی جمهوری خواه حکایت داره. در انتخابات امریکا رئیس جمهور مستقیم از طرف مردم انتخاب نمیشه. مردم امریکا هیئت های انتخاب موسوم به الکترال کالج رو انتخاب میکنند و این هیئت ها رئیس جمهور رو انتخاب میکنند. نامزدی پیروز انتخابات میشه که از 538 الکترال کالج
270 تاش رو به دست آورده باشه. در امریکا غیر از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها احزاب دیگه‌ای مثل سبز، لیبرال، مذهبی، اصلاح طلب، صلح طلب و ماریجوانا وجود دارن، اما تا به حال نتونستن به طور جدی عرض اندام کنن و تبلیغات گسترده‌ای داشته باشند. از 44 رئیس جمهور امریکا 34 نفر از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بودند. 10 نفر باقی مونده هم مربوط به اوایل استقلال امریکا یا زمانی که هنوز حزبی تشکیل نشده بود. پولی که شرکت‌های تاکسیرانی از راننده‌ها می‌گیرن کجا میره؟ مدیرعامل تاکسیرانی تهران گفته شرکت‌ها این پول رو صرف انجام 13 خدمت می‌کنن. کارهایی مثل پذیرش تاکسی‌ها در ناوگان تاکسیرانی، صدور یا تمدید پروانه تاکسیرانی، صدور مرخصی، خرید و فروش تاکسی‌ها، تعیین خط و شیفت فعالیت تاکسی‌ها، انجام مکاتبات اداری مثل دادن نامه‌های ماینه فنی، نظارت بر عملکرد تاکسی‌ها، رسیدگی به تخلفات تاکسی‌ها، برگزاری کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی، حضور تاکسی‌ها در برنامه‌های ملی، ثبت اطلاعات، رسیدگی به مشکلات خطوط و هماهنگی با مدیران دفاتر تاکسیرانی‌ها، ارائه خدمات بیمه‌ای مثل تخفیف در بیمه شخص ثالث و بیمه تکمیلی. اما فلسفه وجود این شرکت‌ها و زمانی سازمان تاکسیرانی مستقیم با 80 هزار تاکسیران در ارتباط بوده و واقعا شأنیت برنامه ریزی و ساماندهی که در وظایف خودش دیده شده رو نمیتونسته به شایستگی دنبال بکنه. و اگر ما این امور در حقیقت قابل انجام رو به بخش خصوصی واگذار بکنیم، قطعا شاهد ارتقای سازمانی و ارائه خدمات بسیار بالاتر و شایسته‌تری توسط سازمان تاکسیرانی انشاءالله خواهیم بود. ساخت و ساز در حریم سواحل دریا چقدر رایت میشه؟ 3-4 سال پیش گفتن اومدن یه فرماندار و همه اقسام اینا بلا رده بالا اومدن دو تا دیوار خراب کردن رفتن که رفتن. خودم الان از نور دارم میام، خیلی کم 3-4 جا 5 جا فقط تابلو زده که مثلا به سمت ساحل. تابلو دریا الان اکثرا دیگه همه شده ویلا و شخص سودی شده کلا. ساخت و ساز سواحل در حریم 60 متری به هیچ عنوان اجازه نداریم. یک سری افراد بودن که پروانه داشتن، سند داشتن، بالاخره آب منطقی باید یه تامین اعتباری بکنه تا این بنده خدا به حق قانونیشون برسن. اصلا تبدیل زمین کشاورزی مطلقا ممنوع. اگر جایی هم این گونه انجام شد، مجوزش رو از سازمان همیاری شهرداری استان میگیرن. گشت 4 دقیقه‌ای در دنیای مجازی با وبگردی این هفته. سلام. سالها رسم بر این بوده که وقتی به آتلیه مراجعه می‌کنیم و عکس می‌اندازیم، اصل عکس‌های ما در آرشیو اونجا باقی می‌مونه. اما الان رشد تکنولوژی باعث شده تا سوء استفاده‌های از این موضوع بشه. شکایت‌های زیادی در دادسراهای جرایم رایانه‌ای وجود داره از عکس‌هایی که قرار بوده در صندوقچه امانات آتلیه‌ها مورد صیانت قرار بگیرن، ولی سر از اینترنت و فضای مجازی در آوردن و وسیله‌ای شدن برای سوء استفاده و اخاذی از افراد. من فقط می‌خواستم یه آلبوم عکس از خودم داشته باشم. اصلا دوست نداشتم عکسام، یعنی هیچ کسی دوست نداره عکساش پخش بشه، منم اصلا دوست نداشتم عکسام پخش بشه. بعد یه سری عکسا هم چون قیمتش گفت مناسبه، بعد رو حساب اعتمادی کردیم یه سری عکسا رو گرفتیم که نباید میگرفتم، که بعد واسم دردسر شد. آتلیه دارها اعلام کردن که بر اساس مصوبه‌ای که 80 سال پابرجاست، اونها میتونن این عکس ها رو پیش خودشون نگه دارن. 80 خود سال وجود داره. از اون اول چه فیلم بود، نگاتیف بود، این رسم بود، باب بود، تو عکاسی میمون. حالا با گذشت چند دهه از این رویه و تغییرات دنیای امروزی، باید پرسید که واقعا چه لزومی داره عکاسی ها هنوز هم فایل های شخصی افراد رو پیش خودشون نگه دارن و کلی هم پرونده قضایی در این باره به وجود بیاد. اشکای دختر 4 ساله‌ای که از کشمکش‌ها و درگیری‌های انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به سطوح اومده، به یکی از پربیننده‌ترین ویدیوها در سایت‌های اینترنتی تبدیل شده. این دختر بچه که ابیگل نام داره، بعد از شنیدن اسامی اوباما و میترامنی از رادیو، شروع به گریه کردن می‌کنه و میگه که از دست این دو نفر کلافه شده. کاربران اینترنتی در آمریکا هم که از هیجانات و جنجال‌های انتخابات خسته شدن، نظراتشون رو با شعار ما همه ابیگل هستیم
در فضای مجازی منتشر کردند و این همه منازعه انتخاباتی و پوشش مداوم تمام رسانه هاشون از اون رو مورد انتقاد قرار دادن. عده زیادی از کاربران سایت وبگردی کامنت هایی رو برای ما ارسال کردند و گلایه داشتند از شرکت های خودروسازی به خاطر عدم پاسخگویی و بیمسئولیتی در مقابل تعهداتشون به مشتریان. بعضی از این شرکت ها از نوسان قیمت ها در بازار خودرو سوء استفاده می کنند و مبالغ بی حساب و کتابی رو از مشتری برای تحویل خودروهای پیش خرید شده اخذ می کنند. جالب اینجاست در این سندی که این روزها تو اینترنت منتشر شده، یکی از این شرکت ها اعلام کرده که برای دریافت سیستم ضبط خودرو باید مبلغ 1,100,000 تومان به صورت اضافی پرداخت کنید. ظاهراً به غیر از سیستم خودشون هم هیچ ضبط دیگه‌ای در این خودرو نصب نمیشه. بعضی از سازمان‌ها و مؤسسات در وبسایتشون از متقاضیان برای آزمون‌های استخدامی ثبت نام به عمل میارن و مبالغی هم همون ابتدا ازشون میگیرن، اما انگار قصد برگزاری این آزمون‌ها رو ندارن. حالا افرادی که ثبت نام کردن و پولشون رو هم برای شرکت در این آزمون‌ها واریز کردن، نمیدونن که حتی به کجا باید شکایت کنند و پیگیر موضوع باشن. ما هم با پلیس فتا قضیه رو در میون گذاشتیم، اما جوابی نشنیدیم. این هفته وبگردی نرم افزاری رو به شما معرفی میکنه که با اون میتونید گوشی تلفن همراهتون رو در هر جایی که باشه پیدا کنید. فقط کافیه یک پیامک که متنش رو قبلا به نرم افزار معرفی کردید به گوشی خودتون بفرستید تا مختصات اون رو به صورت یک لینک روی نقشه براتون ارسال کنه. در پشت پرده نوسانات ارزی چه گذشت؟ انگشت اتهام این نوسانات سمت چه کسان یا دستگاه‌هایی می‌چرخه؟ قالیباف برای پیدا کردن جواب سوال‌های از این دست خیابان‌های فردوسی، پاستور و حتی ساختمان وزارت اقتصاد رو در نوردید تا با یه گزارش جامع و دیدنی رسید به 23 امشب. بازم که گرون شد. میگن نفروش نمیاد. فروشم که بره پولش نمیاد. دولت خودش داره گرونش میکنه. تحریم هستی آقا. دلال‌ها مقصرن. این صداها چند ماهی است در جامعه به گوش میرسد. دولت میگوید ذخایر ارزی خوبی دارد که جوابگوی نیاز چند سال کشور است. در صندوق توسعه ملی هم بیش از 40 میلیارد دلار پول است. پس مشکل نوسانات نرخ ارز از کجا ناشی میشود؟ تحریم‌ها شدیدند. مدیریت دولت کارآمد نیست. برخی ها حاشیه سازی و تصفیه حساب سیاسی می کنند یا اصلا همه تقصیرها گردن دلال هاست. کدوم یک از عوامل دولت، تحریم، تصفیه حساب های داخلی و دلال ها نقش بیشتری در نوسانات بازار ارز در یک سال گذشته داشتن؟ بحثی که مهم میشه بحث دولته. دلال ها. اختلاف بین سران کشور. به نظر شخصی من تحریم بیشتر. به نظر من دولت. آنچه امروز دشمنان ملت ایران در پی آن هستند مصداق جنگ اقتصادی است که به بهانه استفاده صلح‌آمیز کشورمان از انرژی هسته‌ای بر ما تحمیل شده. به نظر من قدرت هسته‌ای ایران باید با تحریم‌های شدیدتر و متنوع‌تر محدود بشه. من فکر می‌کنم که هدف تغییر رژیم هست، وگرنه مسئله مخالفت ایران با روند مذاکرات و یا به هر روی خواستی که غرب داره در این زمینه تنها تاثیرگذاری روی این جریان نیست. بسیار خب آقای ابن یوسف، بر حال چکیده صحبت شما اینه که هدف نهایی تغییر رژیم و مسئله برنامه هسته‌ای ممکن احیانا بهانه است. صدر 19 خرداد ماه 1389 شورای امنیت سازمان ملل با میدانداری امریکا قطعنامه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن بازرسی کشتی‌های ایرانی را مجاز و دادن خدماتی نظیر سوختگیری و بیمه را ممنوع می‌کرد. اتحادیه اروپا هم در تاریخ 2 خرداد 1390 با وضع قوانینی به سفارایی شدیدتر اقتصادی در مقابل مردم ایران پرداخت. Today I want to commend
من میخواهم از اتحادیه اروپا به دلیل تحریم‌های جدیدی که بر ضد ایران تصویب کرده تشکر کنم. امیدوارم که این تحریم‌ها باعث مشکلات اقتصادی برای مردم ایران شود. این غیر قابله. این هستش که این رد بکنیم بگیم تحریم‌ها اثر نشه، قطعا اثر داشته، هزینه‌ها رو به شدت بالا برده و محدودیت‌ها رو برای ما ایجاد کرده. ولی دقت بکنیم اونها چه هدفی داشتن از این تحریم ها. اینا خودشون هم به صراحت تو جای مختلف اعلام کردن که ما میخواییم کشتیران ایران رو زمین گیر کنیم. با همه این محدودیت ها ما حدود 2% وارداتمون نسبت به پارسال بیشتر شد. آبان 1390 بانک مرکزی ایران اولین بار در 30 سال اخیر تحریم شد. در مجموع تحریم های سختی اعمال شد که به سهم خود در مشکلات چند ماه اخیر تأثیر داشته است. اما دشمن به هدف اصلی نرسید و توانستیم تحریم ها را تا حدی خنسا کنیم. هدف این تحریم ها اینطور عنوان شده که میخواهند رفتار ایران را عوض بکنند، ولی تا حالا هر دوری از تحریم ها که وضع شده ایران سرسختی بیشتری از خودش نشان داده. این ارزیابی شما درسته و یک علامت سواله که کجا خواهد بود نقطه پایانی؟ I don't think we're going to see a revolutionary difference. خب فکر نمی‌کنم که تحول عجیبی رخ بده، چون به هر حال ایران صنایع نسبتاً پیشرفته‌ای داره. بیشتر کارهاشون رو خودشون انجام میدن. در واقع یه جنگ پنهانه. یه جنگ بسیار گسترده، سنگین. بالاخره همکاران ما در بانک مرکزی در نهادهای مربوطه تلاش میکنن، راههایی رو پیدا میکنن، اونها میزنن، از این ور تلاش میشه، از اون ور یه نبرده. دشمن به مبازات تحریم ها با براه انداختن جنگ شدید روانی تلاش میکند آرامش روانی جامعه را برهم بزند و نابسامانی در بازار ارز را تشدید کند. در یک ماه گذشته شبکه‌های خبری بی بی سی، صدای آمریکا و دیگر شبکه‌های غیر خبری بخش قابل توجهی حداقل 30% برنامه‌های خود را مستقیم یا غیر مستقیم معطوف به التهاب آفرینی در افکار عمومی و تشدید نوسانات بازار ارز ایران کردند. موضوع ارز سوژه خوبی هم برای مطبوعات و سایت‌های داخلی محسوب می‌شود. البته برخی مطبوعات و سایت ها با این سوژه به عنوان موضوعی خبری، عامل اطلاع رسانی و جذب مخاطب برخورد می کنند. اما هستند جراید و سایت هایی که متاسفانه از آب گلالود ماهی می گیرند و به جای آرامش به بی‌ثباتی بیشتر بازار ارز کمک می کنند. برخی عناصر سیاسی نیز در این میان بیکار نبودند و تعداد قابل توجهی از آنها فرصت را برای تسویه حساب و یا فضاسازی غنیمت دانستند. نتایج یک تحقیق نشون میده از 8 شهریور تا 13 مهر ماه حدود 70% تیتر صفحه اول روزنامه ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به بحث ارز بوده. در همین مدت حدود 33% محتوای صفحات اول خبرگزاری ها و سایت ها هم مربوط به بحث ارز بوده، اما با محتوای سیاسی و منفی که اثر مخربی بر بازار ارز داشته. از جمله مسائل بحث هیجان بخشیدن به روان جامعه هستش برای توجه بیشتر به موضوع بازار ارز، ترغیب و تشویق برای گرم کردن این فضا و اینکه حتی کسانی که انگیزه ای نداشتن و یا حتی توان مالی چندانی نداشتن اینها ترغیب بشن برن به سمت بازار ارز و به نوعی حجم تقاضا رو در بازار ارز افزایش بدن. اون چیزی که به نظر من قابل نقد هست در عملکرد برخی از رسانه‌های داخلی و اونها رو همسو با رسانه‌های بیگانه میکنه از این نوع تیترها، از این نوع اطلاع رسانی هایی است که یک سری در واقعیت داره ولی یک سری دیگرش تشدید فضای روانی و اون هیجانی جامعه در این بخش. بررسی عوامل دخیل در وضع فعلی بازار ارز نشان می‌دهد دلالان عمده و عوامل خرد نیز نقش قابل تأملی در نوسانات ماه‌های اخیر داشتند. اوضاع آشفته بازار ارز در چند هفته منتهی به نیمه مهر ماه به راحتی نشان می‌داد که دلالان عمده نبض بازار را در دست دارند و از داخل یا خارج به سودآوری هنگفت و متلاطم کردن روحیه مردم مشغولند.
دهن میدن وسط. آقا اگه دلار بهش دادن آقا میره کنار، اگه ندن آقا هر چقدر دهن میده میگه آقا 70 میخرم 80 میخرم، آقا وقتی بهش نمیدن میره بالا. در حالی که مردم از مدت‌ها قبل انتظار برخورد جدی با دلالان عمده را داشتند، سرانجام 13 مهر 22 نفر و در ادامه حدود 30 نفر از آنان بازداشت شدند. البته جزئیات زیادی از نتایج بازپرسی‌ها اعلام نشده، اما خبرهای غیررسمی نقش این عوامل سودجو را به خوبی اثبات می‌کند. در این زمینه نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی با چند سال مهم روبرو هستند. چرا دلالان ارز اینقدر دیر بازداشت شدند؟ مگر اطلاعات لازم قبلا جمع‌آوری نشده بود؟ آیا مانعی در این راه وجود داشته که دستگاه‌های زیرربط نمی‌توانند اعلام کنند؟ به هر حال دستگاه‌های انتظامی و امنیتی تردیدی نکنند که مردم از برخورد قوی و بی‌محابای آنان با ملتهب کنندگان بازار ارز کاملا حمایت می‌کنند و از دستگاه قضایی نیز انتظار برخورد شدید را دارند. قاطعیت که تا حالا خیلی کمتر بوده، کم رنگ بوده، ولی باید پررنگ‌تر بشه. نمیشه گفت حداقل مثلا دستگیری اینا میتونه مشکل رو حل کنه، ولی خب میتونه این تاثیر منفی رو کمتر کنه. بخش خصوصی نیز در قبال نوسان ارز هم سود سرشار برد و هم زیان هنگفت. طبق معمول تولید کنندگان ضرر کردند و فعالان بخش خدمات به ویژه در بخش تجارت قانونی و غیر قانونی سود فراوان و در برخی مواقع پنهان و غیر قابل حساب و کتاب. با وجود تاثیرگذاری عوامل یاد شده، بدون تردید دولت عامل مؤثرتری در وضع فعلی بازار ارز است. البته قضاوت در مورد عملکرد اقتصادی دولت در چند ماه اخیر چندان راحت نیست، اما به هر حال در نهایت افکار عمومی نوسانات شدید ارز را متوجه عملکرد دولت می‌دانند. در میان انتقادات و گفته‌های منتقدان نیز حرف‌های دلسوزانه کم نیست. ساده‌ترین مطلبی که میشه گفت، هر مجری منصفی هم میتونه به اصطلاح مورد سوال قرار بگی، که ما تناقض داریم. یعنی سیاست پولی ما متناسب با تولید نیست، سیاست ارزی ما متناسب با تولید و اشتغال نیست، سیاست های بازرگانی ما که سیل بی‌رویه واردات و غیره هست در یه جاهایی در تناقض با این سیاست. و بدترین حالت به اعتقاد من اتخاذ شد این بود که در سیاست های پولی، سیاست های ارزی معذرت، در اونجا به جای که مدیریت تقاضا بشه اساس تصمیم که یه تصمیم استراتژیکه، برعکس مدیریت عرضه رو مطرح کردن. حالا یعنی چه؟ یعنی در اونجا عنوان شد به طور رسمی در بالاترین مقام بانک مرکزی و مقام اجرایی کشور که وضعیت ارزی کشور خیلی خوبه، طلای زیادی داریم، ذخایر ارزی زیادی داریم، و این تا یه حدی اگر هدف آرام بخشی جامعه فعالان اقتصادی بود بد نبود، ولی عملیاتی شد. یعنی تشویق شد که هر چقدر ارز بخواید، سکه بخواید، پیش فروش کنید، چه بکنید. این رویه رو شما در هیچ جای دنیا، نه مطالعات تجربی، نه شواهد تاریخی، نه مبانی تئوریک، هیچ کدوم اینا رو نشون نمیده که همچین اتفاقی افتاده باشه. یعنی یه نظامی بیاد ارز رو که ابزار مبادله تجاری هست و اقتصاد بین‌المللش هست، این ارز رو با اون کار کرده که تجاری هست بیاد بکنه تبدیل به یه کالای داخلی با انگیزه های سوداگرانه. شاید برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام نمی‌شد بهتر بود. یعنی این که ما فکر کنیم یا ادعا کنیم در این در واقع جریان و در این شرایطی که اونها می‌خواستن تو این جنگ ما رو فلج کنن، ما حتی یک بار عرض کنم خدمتشون پامونم پیچ نخورده که برمیگرده به این که ما فکر کنیم که مثلا این تحریم کف روی آبه. دیکته نوشته نشده غلط نداره. آیا این دوستانی که مثلا انتقاد میکنن، این انتقاداتشون رو میتونستن تو سال 80 داشتم در بازار ارز مطرح کنن؟ یکی از حوزه های پر انتقاد اقدامات بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز است. اولین اقدام کنترلی بانک مرکزی در مورد اختصاص ارز مسافرتی بود، اما با این سیاست راه برای ارزبری سفرهای تفریحی سیاحتی خارجی افزایش یافت و قیمت دلار هم به افزایش خود ادامه داد. دست آخر هم پرداخت ارز مسافرتی کلن متوقف شد. چرا قبل از اتخاذ این سیاست کار کارشناسی کافی نشده بود؟ یا اگر شده بود، چرا این سیاست تا
تأثیری بر بازار نداشت. آقای دکتر، شما به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت متهم هستید که گام اولی که برای مدیریت بازار ارز در سال 89 برداشتید موفق نبوده، قبول میکنید؟ خب و منابع زیادی از دست رفت. بله بله، ولی اگه خود شما آقای قالیباف به عنوان یک ایرانی فردا بخوای بری مسافرت، انتظار داری که بانک مرکزی ارز به شما بده یا نه؟ آره، نه ارز یارانه ای، نه ارز ارزون. ببینید یکی یکی بریم جلو. من اولین سوال میگم، ببینید بله، نکته ای که وجود داره اینه که شما الان بفرمایید دارین دفاع میکنید یا نه؟ نه نه نه، من اول میخوام به شما این رو بگم که اگر من متهمم الان که بس باید دفاع کنم، ولی شما میدونی من متهم نیستم، ولی خب میدونید که مسئول هستی. مسئول هستم. بهتر بود که همون موقع که بانک مرکزی داشت مثلا 1226 تومن ارز میداد به کالاها، بهتر بود برای ارز مسافرها مثلا میذاشت 1600 تومن، یا اصلا نمیداد، یا نمیداد. ببینید چون منابعش رو که میدونه چقدره. من در خصوص نرخ معتقدم که میشد مدل بهتری رو، الان که به مجموع نگاه کنم، مدل بهتری رو پیاده کرد. البته اینو الان میتونیم این قضاوت رو بکنیم، ببینه خیلی متفاوته ها. دیماه همان سال بانک مرکزی مجدد بخشنامه دیگری ابلاغ کرد و از بانک‌های دولتی و خصوصی خواست از 8 بهمن هر دلار آمریکا را به نرخ مرجع 1226 تومان بفروشند. اما اتفاقی که افتاد آن بود که به علت کمبود نظارت دولتی، برخی وارد کنندگان دلار مرجع را برای واردات استفاده کردند، در حالی که قیمت‌گذاری کالاها بر اساس دلار آزاد انجام می‌شد. دولت چرا از ابتدا به فکر نظارت نبود و آیا در حال حاضر نظارت کافی وجود دارد؟ نظارت این وسط میلنگید. اگه فرض کنیم حتی وزارت صنعت معدن تجارت ما و سیستم نظارتی ما انتظار داشته که این وارد کننده، که وارد کننده ایرانی هم از هموطن ما هست، بازاری هم هست، دلسوز هم هست، وقتی 1226 تومن گرفته با همون نرخ 1226 تومن میفروشه، انتظار نابجایی بوده؟ به پای اعتماد وزارت صنعت معدن تجارت بنویسید. و وقتی که به حساب تدبیرش چیزی ننویسید. ببینید چون میگن چون مال تو صف بچسب نه، حالا اگه شما عرض کنم خدمت شما یه مرحله واقع گراتر میشی تجربه پشتشه. 8 مرداد 91 دولت اختصاص دلار 1226 تومان را محدود به کالاهای اساسی و دارو، یعنی اولویت‌های 1 و 2 می‌کند. بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی دولت، این کار برای ثابت نگه داشتن قیمت مایحتاج اساسی در جامعه صورت می‌گیرد، اما قیمت ارز آرام و قرار ندارد. این بار بحث بورس گواهی ارزی مطرح می‌شود. افکار عمومی و دولت و مجلس بر این مسئله تمرکز می‌کنند، اما به دلایلی که تا به حال هیچ کس آنها را تشریح نکرده است، سرانجام این اتاق مبادلات ارزی است که از دل سیاست‌ها و اقدامات دولت سر برمی‌آورد. فرض کنید که اون مباحث مربوط به بورس ارز سبب نمی‌شد که در واقع یک گفتگوهای وسیعی صورت بگیرد، آیا فکر می‌کنید به همین تصمیم می‌رسیدیم؟ مرکز مبادلات در آرامش بخشی به اوضاع بازار نقش انکارناپذیری داشته، اما همه ماجرا این نیست، چرا که دسته‌های مختلفی از متقاضیان متعدد ارز هنوز راهی به این مرکز ندارند و بناچار به بازار آزاد روی می‌آورند. بازار آزاد ارز نیز اگرچه با اقدامات نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مربوط به حال کما رفته، اما همچنان زنده است و نفس می‌کشد. دولت خلاصه در مقابل این وضع چه کاری می‌خواهد انجام دهد؟ این بازار سیاه که حالا ما نمی‌دونیم مثلا ممکنه قاچاق کالا باشه فعلا، این بازار رو یا همین چیزایی که شما می‌بینید، این بازار بایستی جمشید بسم الله این بازار جمع میشه و برنامه ما اینه که جمع بشه. صادرات غیر نفتی و واردات که واردات که عملیات مجاز اقتصادی است و پسندیدم هست، و این بازار مبادله، این دوتا باید به هم نزدیک بشن. طرح ما الان اینه. پس ببینید، ما طرح جدید به این مفهوم که حالا میخوایم از یک مدل ارزی بریم به یک مدل ارزی دیگه نداریم، همین بازار رو تقویتش میکنیم، پوششش رو گسترش میدیم، عمقش رو گسترش میدیم، در طرف عرضه تلاش میکنیم صادر کننده غیر نفتی هم بیاد عرضش رو اینجا عرضه کنه،
بخش خصوصی ما در طرف عرض کنم خدمت شما تقاضا هم سعی میکنیم تقاضاهای بیشتری رو تحت پوشش قرار بدیم. برخی معتقدند شخص رئیس جمهور در کنترل نوسانات ارز و پیامدهای آن همچون دیگر صحنه‌ها در میدان نبوده است. آقای احمدی نژاد در آخرین نشست خبری خودش با رسانه‌ها هر چه مورد سوال قرار گرفت که در مورد ارز برنامه‌تون چیه بیشتر به حواشی پرداختن. اساساً آقای احمدی نژاد تو بحث مدیریت به هر حال ارز در میدان هستن یا نه؟ آقای احمدی نژاد در واقع حداقل حالا بذارید من بر بشمارم برای شما، حداقل هفته‌ای 3 جلسه منظم اصولا تشکیل میشه غیر از جلسات دولت و اینها در راستای مسائل اقتصادی که این روزها نمیگم همیشه عمدتا معطوف به ارز است رو تشکیل دادن. روز تعطیل رفتیم در واقع منزل ایشون، کار رو ارائه کردیم، ایشون کار رو نگاه کردن و بعد گفتن این رو من بخشنامش میکنم. اصلا این اتاق مبادله ارزی با بخشنامه رئیس جمهور انجام شد. اما یک سوال بسیار اساسی، آیا امکان غلبه بر مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز وجود داره؟ برای پاسخ مثبت به این سوال میتوان از زوایای مختلف دلیل و برهان آورد. تجربیات فراوان ملت و مسئولان کشور در حل مشکلات سنگین در 33 سال اخیر بهترین گواه بر این مدعا است. اما به نظر میرسد بازخوانی مشکلی که اخیراً در بازار مرغ به وجود آمد و با تدبیر مسئولان حل شد بتواند پاسخی قانع کننده به این سوال بدهد. امروز قیمت مرغ چند؟ 6250. دیروز 5700، امروز گفتن 6 تومان. در آن زمان اکثر عناصر دخیل در بازار وارد نشدن کنجالی سویا به علت تحریم‌ها را عامل اصلی گران شدن ناگهانی و شدید قیمت مرغ می‌دانستند. اما چندی بعد تدابیری اتخاذ شد و کنجالی سویا مثل خیلی از اقلام دیگر وارد شد و بازار مرغ آرامش گرفت. چه کسانی و چرا در آن زمان سعی می‌کردند سهم تحریم‌ها را در مشکلات موجود افزایش دهند و برعکس سهم بی‌تدبیری‌ها را کاهش؟ الان قیمت ها خوبه نسبتا به تابستون، کیلو 2500 تومان فرقشه، 7500 تا حتی 8 تومان هم رسید. ما 8 تومان هم فروختیم ولی خدا شو جمعت پایین بعد ماه رمضان. بازار ارز پس از نوسانات شدید اکنون با راه اندازی مرکز مبادلات رفته رفته به سوی آرامش حرکت می کند. این شتاب البته ممکن است کافی نباشد اما محسوس است. در این شرایط اگرچه گرانی و تورم در جامعه احساس می شود اما بی تردید می توان با تلاش و تدبیر بیشتر مسئولان اجرایی، همدلی همه قوا و دستگاه ها، استفاده از نظرات کارشناسان، هوشیاری عمومی در مقابل جنگ شدید روانی دشمن، توجه کامل به اقتصاد مقاومتی، افزایش حمایت از تولید ملی، پایداری در مقابل تحریم‌هایی که به سطوح آوردن مردم و در نهایت تحمیل خواسته‌های آمریکا و اسرائیل را دنبال می‌کند و انصاف و همدلی عمومی بر این شرایط غلبه کرد و فصل روشن دیگری را در استقامت و پیشرفت ملت ایران رقم زد. انتظار شما از دولت برای کنترل نرخ ها چیه؟ اینه که اینا که جنس رو احتکار میکنن و این مشکل رو برای مردم به وجود میارن و اونو مقابله کنن. از این نامه های تنش‌زا مسئولین ندن، سران سه قوه بشینن پیش هم راهکارهای جدی بذارن. قیمت که میره بالا همه هرس میزنن بخرن انبار کنن. چه اقداماتی باید انجام بشه به نظرشون؟ کنترل قیمت، حد الامکان با تولید کننده ها هماهنگی داشته باشه، روی قیمت تمام شده یا اجناس یک سود مناسبی بکشن و حتما هم اتیکت داشته باشه. دولت مشاور داره، با مشاوراش چی کنه؟ اقتصاددانان رو جمع کنه، اساتید دانشگاه هایی که تو دانشگاه هستن، چون شعارشون هم ساده زیستی بود ایشون، به خاطر همین دوست دارم که خودشون جای مردم بذار. شما فهم کنید اقداماتی که تا الان صورت گرفته کافی بوده؟ لازم بوده ولی کافی نه. به هیچ وجه نپندارن که دولت از وضع مثلا معیشت اونها بی اطلاع، امکان نداره.
و باز نپندارن که اگر بخشی از جامعه ما به هر دلیل تحت فشار قرار میگیرن، دولت در واقع آسوده سر به بالین میگذاره و نپندارن که دولت برنامه نداره. دولت هم برنامه داره هم واقعیت‌ها رو میبینه. طبیعی است دولت در برخی از جاها خودش هم میپذیرد که بایستی بهتر عمل کنه و بهتر عمل خواهد کرد. ما یه زمانی احساسمون این بود که بایستی کمتر ابزارهای به نوعی میشه گفت مثلا نظارتی غیر اقتصادی رو به کمک بگیریم، ولی امروز به خدمت گرفتیم و نظارت هامون رو تقویت میکنیم. مردم رفتارهاشون خیلی مؤثره. اولا همون اعتمادی که همیشه به دولت داشتن رو حفظ کنن، این بهترین پشتوانه ماست، ما این از مردم میخوایم. اما اون چیزی که به مردم توصیه میکنیم، مردم اونجایی که میتونن در استفاده درست از منابع به ما بیشتر کمک کنن. اون چه در این برنامه تلاش شد به تصویر کشیده بشه، پرداخت هزینه ملی برای تجربه ملی مدیریت بازار ارز بود. دیدیم که این تجربه ارزون به دست نیومد. شاید من بعد هنر این باشه که با تکیه بر این تجربه گام‌های بعدی مدیریت بازار ارز محکم‌تر برداشته بشه. از اینکه امشب هم با نگاه‌های خودتون همراه 23 بودیم بسیار متشکرم و ممنونم. شب خوبی داشته باشید. تا دیدار دیگر، خداحافظ.